ویتیلیگو یا پی سی و اینکه راهی برای درمانشون هست یا نه. سلام، امیدوارم که حالت عالی باشه. امروز میخوایم در خصوص بیماری ویتیلیگو یا پی سی با هم دیگه صحبت کنیم که اصلا این بیماری چیه و چه شکلی داخل بدن ایجاد میشه و چه شکلی میشه جلوی فعالیت اون رو گرفت رو درمانش رو انجام داد. توی کل دنیا دلیل 100% برای ایجاد بیماری پی سی شناخته نشده. یه سری احتمالاتی وجود داره. اگر شخص مبتلا به بیماری تیروئید باشه، اختلال تو ترشح غددش میتونه باعث اختلال تو ترشح ملانین که عنصر رنگ از داخل بدنش شده باشه و این بیماری رو ایجاد کرده باشه. در صورتی که تیروئید وجود نداشته باشه، یک شرایط استرس یا یک ضعف شدید میتونه باعث ایجاد اختلال تو ترشح ملانین شده باشه که توی یک برهه از زندگی ممکن اتفاق افتاده باشه و بیماری پی سی رو ایجاد کرده باشه. در صورتی که این دو تا عامل هم وجود نداشته باشن، بیماری پی سی به صورت خود ایمنی داخل بدن ایجاد شده و اختلال تو پروتئین های سیستم ایمنی بدن باعث شده سیستم ایمنی بدن به اشتباه یا به ملانین یا به پوست حمله کنه و سلولای رنگینه ساز رو تو اون ناحیه از بین ببره و این بیماری رو ایجاد کرده باشه. در هر کدوم از این شرایط چیزی که کاملا مشخصه اینه که اختلال ایجاد شده تو ترشح ملانین عنصر رنگ داخل بدن و این ملانین به میزان لازم داخل بدن ترشحش انجام نمیشه و در صورتی که ملانین داخل بدن درست پخش بشه، این اختلاله بخواد از بین بره، بیماری کاملا درمانش اتفاق میفته. پس راهکار درمان اینه که بیایم تنظیم ترشح ملانین رو انجام بدیم داخل بدن و اختلال ایجاد شده تو پروتئین سیستم ایمنی رو از بینش ببریم. توی طب جدید اصولا راهکار درمانی خاصی برای بیماری پی سی ارائه نمیشه. معمولا از پمادهای داروی کورتون استفاده میکنن که سیستم ایمنی بدن شخص رو تضعیفش رو انجام میدن. این تضعیف توی سیستم ایمنی بدن شخص باعث میشه که اون اختلالی هم که تو پروتئین سیستم ایمنیش ایجاد شده ضعیف‌تر باشه و آسیب کمتری به سلولای رنگینه سازش برسونه. این شکلی شرایط بیماری یکم بهبود پیدا میکنه و ممکنه برای برخی اصلا اثری نداشته باشه، چون سلولای رنگینه ساز بدنشون کلن از بین رفته و ملانینه به میزان لازم داخل بدنشون ترشح نمیشه. واسه همین این کلن راهکار درمانی نیست، ممکنه برای بعضی به بهبودشون کمک کرده باشه. برای درمان بیماری باید چند تا کار انجام داد. یکی تقویت سلولای سالمه که خیلی مهمه، یکی تنظیم ترشح غدد بدنمونه و یکی تنظیم پروتئین های سیستم ایمنیه و اگر سلولای رنگینه ساز از بین رفته باشن، باید سلولای رنگینه ساز رو داخل بدن احیاشون رو انجام بدیم تا بخواد توی بیماری درمان اتفاق بیفته. قارچگان درما تو همه این مراحل میتونه فوق العاده به ما کمک کرده باشه و این بیماری رو داخل بدنمون درمان کنه. دو تا حالت وجود داره. یکی اینکه سلولای رنگینه ساز فقط تو همون ناحیه از پوست از بین رفتن و نیازی به احیای سلول به صورت مجدد نیست. تقویت ترشح ملانین باعث میشه که سلولای رنگینه ساز به اون ناحیه برگردن و درمان اتفاق بیفته. ولی حالت دوم اینه که سلولای رنگینه ساز به صورت کلی از بین رفتن و ملانین خیلی کم داخل بدن ترشح میشه، که این شکلی باید سلولای رنگینه ساز رو احیاشون رو انجام بدیم که درمان بخواد اتفاق افتاده باشه. تو حالت اولیه روند درمان بین 4 الی 6 ماه بیشتر طول نمیکشه و سلولای رنگینه ساز کاملا به پوست برمیگردن. در صورتی که حالت اولیه وجود داشته باشه، شخص مسلما من از پمادهای کورتون هم یه مقداری نتیجه گرفته، ولی اگر شخص از داروهایی که تو طب جدید ارائه میشه نتیجه نگرفته باشه کاملا، نشونه اینه که حالت دوم اتفاق افتاده و سلولای رنگینه ساز بدنش باید مجدد احیاشون انجام بشه، که روند احیای یک سلول به صورت مجدد توی پزشکی حداقلش بین 9 تا 11 ماه طول میکشه، که قارچگان درمان مسلما معجزه خاصی انجام نمیده و این روند باید طی بشه تا بخواد درمان توی بیماری اتفاق بیفته. تقریبا بعد از 80 الی 100 روز که شما از قارچگان درمان استفاده میکنید، تنظیم ترشح غدد بدنتون انجام میشه و به خاطر آداپتژن بودن این قارچین اتفاق میفته، که این شکلی اختلال ایجاد شده تو پروتئین های سیستم ایمنی هم از بین میرن، از حملات تو پروتئین های سیستم ایمنی جلوگیری میشن و از طریق پروتئین رسانی به سلولای سالم و اکسیژن رسانی به سلولای سالم، سلولای سالم هم تقویتشون اتفاق میفته و این شکلی درمان توی بیماری انجام میشه. و در صورتی هم که سلولای رنگینه ساز از بین رفته باشن، نیاز به احیاشون باشه، قارچگان درما به خاطر موجود مؤلفه سوپر اکسید دیسموتاز داخلش میتونه احیای سلول ها رو به صورت مجدد انجام بده بعد از 9 ماه و این سلولای رنگینه ساز